بیش از 14 هست که شکنجه در زندان‌های جمهوری اسلامی اعمال میشه، اما هر بار که روایتی از یک زندانی منتشر میشه باز هم ابعاد تکان دهنده تری از نقض حقوق زندانیان رو روشن میکنه. نظرتون درباره این شرح شکنجه های الهام مدرسی چیه؟ سلام میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. متاسفانه این روندی هستش که جمهوری اسلامی از همون ابتدا در زندانهای خودش پیش گرفته و روز به روز هم این شرایط رو برای زندانیانی که به خصوص زندانیان سیاسی عقیدتی سخت‌تر و شدیدتر میکنه. دسترسی به امکانات پزشکی و امکانات بهداشتی درمانی برای زندانیان یکی از مسائل بسیار مهم هست و جمهوری اسلامی از اینکه این امکانات رو در حقیقت در اختیار زندانیان به خصوص بیمار نمیگذاره، به عنوان شکنجه از اونها علاوه بر شکنجه های روتینی که همیشه هست، ضرب و شتم، زندان انفرادی، چراغی که 24 ساعت روشنه در زندان‌های انفرادی و همینطور نبوده امکانات بهداشتی داخل سلول‌های زندان، اینکه باید یک پتو دارن برای زیر، یک پتو برای رو بدون بالش و کثیف بودن محل زندان، اینا همه شرایطی هستش که جمهوری اسلامی ازش سوء استفاده میکنه، علاوه بر شکنجه‌های بدنی، فیزیکی و روانی که به زندانی‌ها میده که تمام این مخالف تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی و تعهدات حقوق بشری ماست. بله. خانم زمینی، اشاره کردین به عدم دسترسی زندانیان به امکانات پزشکی و درمانی که در مواردی ما حتی در سالهای اخیر دیدیم که منجر به مرگ این زندانیان شد، و اتفاقا امروز خبر رسید که فاطمه سپهری بعد از عمل جراحی قلب که به زندان رفته بود بار دیگه به بیمارستان منتقل شده، در CCU بستری. خبرهایی رسیده از اینکه سامان یاسین خواننده زندانی وضعیت وخیمی داره در زندان. این اقدامات، این جلوگیری از درمان زندانیان سیاسی رو شما سیستماتیک میبینید یا چه هدفی رو دنبال میکنه؟ ببینید، این کاملا سیستماتیک است و متاسفانه جمهوری اسلامی نمایندگانش رو که به نهادهای سازمان ملل میفرسته. همین بررسی که در ماه اکتبر بودش در ژنو، نماینده در حقیقت مشاور رئیس قوه قضاییه اونجا حضور پیدا کرد با یک تیم بسیار بزرگی و اونجا سعی کردن این رو نشون بدن که در زندان‌های ایران امکانات و خدمات بهداشتی وجود داره، کنترل میشه، غذا کیفیت مناسب داره و غیره، و تقریبا با بی‌شرمی تمام این مسائلی رو که ما میدونیم در زندان‌های ایران اتفاق میفته و کاملا سیستماتیک برای نابود کردن زندانیان سیاسی عقیدتی ازش استفاده میشه رو اینها در حقیقت تکذیب کردن و گفتن که اصلا چنین شرایطی وجود نداره، در صورتی که میبینیم که همینطور که خانم قوشه در صحبتاشون امروز گفته بودن که به زندانیان گفته میشه که ما شما رو در زندان خودمون نمیکشیم، ولی کاری میکنیم که یا خودکشی کنین، و من اضافه میکنم به این مسئله یا اینکه از بیماری هایی که بر اثر زندان یا تشدید میشه یا کلا به وجود میاد خودتون از بین بریم. اتفاقا در همین رابطه الهام مدرسی در شرح شکنجه ها نوشته بر اثر ضرب و جرح شدید خونریزی داخلی کرده، کبدش آسیب دیده، به جز اون حالا تهدید به قتل و تجاوز و اینها هم شده. چرا هیچ وقت ما نمیبینیم که عاملان این شکنجه ها تحت پیگرد قرار بگیرن و چه راهی وجود داره برای پایان دادن به مصونیت از مجازات اینها؟ در هر صورت من فکر می‌کنم که در سطح بین‌المللی کمیته حقیقت‌یابی که تشکیل شده در این جهت داره قدم برمی‌داره که تک تک این افرادی که مسئولین، عاملین و آمرین چنین رفتاری با مردم داخل ایران هستند، چه داخل زندان‌ها چه در خیابان‌ها، با شلیک اونا رو کشتن یا زخمی کردن یا در حقیقت به شکلی اونها رو دارای معلولیت‌های مختلف کردن، همشون امیدوار هستیم که روزی
حتما محاکمه بشن و این اتفاق ممکنه که دیرتر یا زودتر اتفاق بیفته، ولی مطمئنن اتفاق میفته و کسانی که عاملین چنین صدماتی هستند به جوانهای ما، به مردم ما، باید منتظر این باشند که به زودی در حقیقت کیفر این کارهایی که دارن انجام میدن رو ببینن. تشکر میکنم از شما شعله زمینی، فعال حقوق بشر که از شهر وین اتریش مهمان ما بودید.